ملاقات رهبران امریکا و کیوبا به تعقیب تعارف و فشردن دست همدیگر در شام جمعه صورت میگیرد که روی بهبودی روابط بین دو کشور تلاش ها جریان دارد. در حالی که ایالات متحده فصل جدیدی را در روابط با کیوبا آغاز می کند، امیدواریم زمینه آن مساعد شود تا بهبودی در زندگی مردم کیوبا وارد گردد. نه به خاطر که از جانب ما تحمیل شود، بلکه از طریق قابلیت، مهارت، علاقمندی و گفت و شنود میان تمام مردم کیوبا تا تصمیم بگیرند بهترین طریقه برای نیل به پیروزی آنها کدام است. در جریان مراسم افتتاح جلسه روز جمعه، بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تلاش های امریکا و کیوبا برای قائم نمودن روابط بینشان تمجید نمود. می خواهم رهبریت رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کاسترو را به خاطر آغاز اقدام بهبودی روابط بینشان تقدیر کنم. این در حالی است که مخالفین رژیم هاوانا اقدام رئیس جمهور اوباما را برای نزدیک شدن با رهبران کیوبا مورد سوال قرار می دهند. آیرس تمارا پریز اگیولارا از جمله مخالفین کاسترو است که از طرف طرفداران وی مورد لتوکوب قرار گرفته بود. او از کیوبا به پاناما آمده است. او می خواهد که موقف خود را در برابر رژیم هاوانا نرمتر سازد. اما چی ثبوت بیشتر می خواهد که رژیم هاوانا متشکل از قاتلین و دکتاتور هاست؟ اداره رئیس جمهور اوباما نگرانی های جدی را در مورد این حادثه ابراز داشت، اما رئیس جمهور اوباما باور دارد که بهبودی روابط بین دو کشور در نهایت منجر به آزادی بیشتر مردم کیوبا می گردد. در حالی که ما به صوب عادی شدن روابط به پیش می رویم، اختلافات روی موضوعات زیادی بین دو کشور وجود دارد. همان طوری که اختلافات با کشورهای دیگر امریکای لاتین داریم و همان طوری که با نزدیکترین متحدین خود داریم، این یک مشکل نیست. رئیس جمهور اوباما که آغاز فصل جدید در روابط بین دو کشور را 4 ماه قبل اعلان کرد، روز پنجشنبه در جامائیکا گفت به زودی تصمیم می‌گیرد که آیا نام کیوبا را از فهرست کشورهای حذف کند که دهشت افغانی را دامن می‌زند یا نه. در جریان ملاقات دیپلماتیک در اوایل امسال، رئیس هیئت کیوبا گفت حذف نام کیوبا از این فهرست یک اولویت در بهبودی روابط است. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.